آخرین مدیر اقتصادی سامسونگ هم امروز به استودیو 19 کاله رسید و قراره که توی این ویدیو ویژگی‌های اون رو با هم بررسی کنیم و بگیم که ارزش خرید داره یا نه. سلام دوستان، من آسمان هستم و توی این ویدیو قراره که با هم یه گلکسی 15 4G رو با هم بررسی کنیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. از همون اول که 15 رو توی دستتون بگیریم متوجه چند تا اتفاق جالب میشید. یک، این که برای فریمش از طراحی فلت استفاده کردن و بسیار متفاوته و حتی نوع پلاستیک که برای این فریم در نظر گرفته شده ماته و حس جذابی رو به شما میده. پنل پشتی اون هم با کیفیته و مثل سری A13 و A14 از پلاستیک بی کیفیت براش استفاده نشده و این پنل براق و دوست داشتنیه. از طراحی خاص فریمش در آخر براتون بگم که برآمدگی های جذابی رو روی دکمه پاور و راکر های صداش داره. در کل میتونم بگم که این مدل تقریبا از مدل های اقتصادی یکم فاصله گرفته و بیشتر حس گوشی های میان رده رو به شما القا میکنه. شما میتونید این گوشی توی رنگ های جذاب مشکی، آبی تیره، آبی روشن و زردش خریداری کنید و این نسخه که الان توی دست من هست رنگ آبی روشنشه. از ویژگی های دیگه طراحی این مدل باید اشاره کنم به داشتن جک هدفون، اسپیکر مونو و اسلات کارت حافظه که با سیم کارت دوم مشترکه. این گوشی 200 گرمی از نظر کلی باید بگم که توی طراحی پیشرفته چشمگیری رو به همراه داشته. برای اولین باری که سامسونگ اومده توی یک مدل اقتصادی خودش از پنل سوپر آمولد استفاده کرده، دقیقا همون پنل که توی A24 هم به کار گرفته شده بود. یک نمایشگر با کیفیت عالی و قدرت مناسب توی تولید رنگ توی ابعاد 6.5 اینچ و رزولوشن Full HD. اگه تجربه استفاده از A13 یا A14 رو داشته باشین، با این نمایشگر کاملا سورپرایز میشین. یک پنل عالی برای فیلم دیدن و گیم زدنه. از ویژگی های مثبت دیگه این پنل باید به نرخ نوسازی 90 هرتزیش اشاره کنم که تجربه روان و خوبی رو توی اسکرول کردن و حتی وبگردی یا کار کردن توی محیط کاربریش به شما میده. از ایرادات این پنل میتونم به حاشیه های نسبتا زیاد تصویرش اشاره کنم که البته نسبت به نسل قبلش و A24 بهتر شده، اما رقیب های اون مثل نوت 13 4G بزل های خیلی باریک تری رو داره. توی پیک روشناییش هم باید بگم که 800 نیت هستش و زیر نور آفتاب شدید باید بگم که یکم مشکل خانایی پیدا میکنی. مورد بعدی هم که باید بهش اشاره کنم اینه که خیلی جزئی توی نمایش عمق رنگ مشکی میتونست بهتر باشه. در کل نمایشگر این مدل رو بخوام برای شما توصیف کنم توی یک کلمه اینه که حرف نداره. روز اولی که فهمیدم از پردازنده هلیو G99 برای این مدل استفاده شده، یعنی دقیقا همون پردازنده که توی A24 هم استفاده شده بود، یکم ناامید شدم و به نظرم اومد که سامسونگ بر این باور بوده که عقب گرد کنه. اما زمانی که A15 به دستمون رسید و تست و بررسیش رو انجام دادیم، کاملا باور و نظرم نسبت به اون عوض شد و باید بهتون بگم که سامسونگ انتخاب جالبی رو انجام داده. این مدل توی تست آنتوتو امتیاز 411,000 رو به دست آورده و توی تستی که از بازی کال آف دیوتی از A15 داشتیم متوجه شدم که این بازی رو با گرافیک میدیوم و فریم ریت های اجرا میکنه و قطعا برای یک مدل اقتصادی مناسب هستش. از ویژگی های مثبت دیگه سخت افزارش بخوام اشاره کنم، بلوتوث نسخه 5.3 و GPS کاملش هست. ترکیب نرم افزارش هم اندروید 14 و وان یو آی 6 هست که تا 3 سال آپدیت بزرگ اندروید رو دریافت کنه و تا 4 سال این گوشی به روز و مناسب هستش. دوستان و همراهان عزیز، فروشگاه اینترنتی 19 کالا، مرجع بزرگ بررسی، تحلیل و البته فروش گوشی موبایل، گجت هوشمند و لوازم خانگی است. همین حالا به سایت 19 کالا مراجعه کنید و بررسی و تصویر سه‌بعدی گلکسی A15 نسخه 4G رو مشاهده کنید. ما رو به دوستای خودتون هم معرفی کنید.
و اما دوربین، جایی که انقلاب واقعی سامسونگ رو میبینیم. توی این گوشی از ترکیب دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی، 5 مگاپیکسل اولترا واید و 2 مگاپیکسل ماکرو استفاده شده که اگر خروجی عکسای اون رو ببینید باورتون نمیشه. بریم چند تا از نمونه عکساش رو ببینیم و برگردیم. خب همونطور که مشخصه این گوشی قدرت عجیبی توی ثبت جزئیات، دقت خوبی توی تشخیص وایت بالانس و دقت رنگی داره. به نظر میاد که سامسونگ تصمیم گرفته بقیه رقبای خودش رو توی حال برندهای دیگه در زمینه عملکرد عکاسی زمینگیر کنه. درسته که ضعف‌های توی عکاسی اولترا واید و فیلم برداری داره، اما با در نظر گرفتن که این مدل یک مدل اقتصادی هست میشه از این موضوع چشم پوشی کرد و در کل باید بهتون بگم که یکی از بهترین دوربین ها رو توی یک مدل اقتصادی داره. دوربین سلفی این مدل هم 13 مگاپیکسلیه که قدرت رکورد فیلم با فرمت فولشتی و سرعت 30 فریم بر ثانیه رو به عهده داره. در کل باید بگم که ترکیب خوبی رو به همراه داره و برای تماس‌های تصویری عملکردش مطلوبه. از بخش بطری براتون بگم که اینجا هم دست پر ظاهر شده و بیشتر هم ربط داره به فست شارژ 25 واتی اون که زیر 2 ساعت گوشی شما رو فول شارژ میکنه. توی تست شارژدهی هم باید بگم که نسبت به نسل قبلش خیلی تفاوت آنچنانی نداره، هرچند که طبیعی که پردازنده جدید و نمایشگر جدید روی اون تأثیر میذاره. شما با یک دور شارژ کامل این گوشی با استفاده ترکیبی تا یک روز کامل میتونه گوشی شما باتریش دوام داشته باشه، اما اگر فرایند گیم رو حذف کنیم تا یک روز و نیم هم دوام میگیره. امیدوارم که این ویدیو برای شما کاربردی بوده باشه. اگه بحث ارزش خرید باشه باید بگم که گلکسی 15 نسخه 4G ارزش خرید بالایی رو داره، هرچند که قیمت اون فعلا حباب داره و به نظر میاد 1-2 میلیون افت قیمت پیدا کنه و در نهایت نظر ما اینه که به عنوان یک میانروی اقتصادی از برند سامسونگ ارزش خرید قابل توجهی رو داره. طبیعیه که 9 میلیون تومان فعلا برای اون اصلا قابل توجیه نیستش. حالا شما به ما بگین که این مدل ارزش خرید داره یا نه، لطفا نظرتون رو برای ما کامنت کنید.